سلام رفقا، من محمد امین از فارسی گیم تیوی هستم. بلاب که به نام فریدی موزاب یا همون مولتن فریدی هم شناخته میشه، موجودی که به نظر میرسه اسپرینگ ترپ رو تحقیر میکنه و باهاش میجنگه، نماینده ویلیام افتن. اما چرا اون و چطور بلاب به اون چیزی که هست چطور و کجا تبدیل شدش؟ رفقا لطفاً از فیلتر شکن استفاده کنید که تبلیغاتو نمایش میده و لطفاً کامنت انگلیسی بذارید، چون تنها راه حمایت از ما همینه. یادتونم نره که لطفاً ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید تا ویدیوهای جدید رو از دست ندید. در اینستاگرام هم مطالب متفاوتی میذاریم، پس اونم فالو کنید. لینک چنل دوممون هم داخل دیسکریپشن هست، حتما اونجا رو ساب کنید. حالا بریم سراغ ویدیو. این ویدیو در مورد تمام بازی فنف حاوی اسپویله. با این وجود بریم تو کارش. در یکی از پایین‌هایی که معمولاً اعتقاد بر اینه که پایین اصلیه، فردی و گرگوری تصمیم میگیرن تا به اعماق پیتزا فروشی برن. اونا با بقایای پیتزریا که پیتزا پلکس روش ساخته شده روبرو میشن. این مکانی که در شبیه‌ساز پیتزا فروشی یا فنف 6 وجود داشتش، جایی که در آخرش سوخت. اونجا انیماتورونیکای زیادی بودن، از جمله بانی، فردی، چیکا و حتی بیشتر. وقتی گلمراک فریدی و گرگوری بخشای پایین‌تر رو جستجو کردن، فریدی کم کم خاطرات ترسناکش رو به یاد میاره که توسط ونی مورد سوء استفاده قرار گرفته تا مسیر و راه رو باز کنه. اما اون نمیدونه دقیقاً چرا برای باز کردن راه استفاده شده. این در واقع دستوری بوده که سرپیچی نکنه. اون توسط ونی کنترل می‌شده. I know what this is. I have been here before. She brought me here. I found myself for the first time when I cleared the path. I did not want to, but I had no choice. Now I have a choice. I have changed. My friends are here. They are so angry, confused. But I can protect you. I am not me. اما به زودی مشخص شد که چرا اون مسیر رو باز می‌کرد. فردی در واقع هیچ کنترلی روی خودش نداشته و مورد سوء استفاده قرار می‌گرفته. برای ایجاد راهروی برای کسی جز اسپرینترم که روح یا بقایای ویلیام افتن رو داره. به نظر میرسه که اسپرینترم در وضعیت خیلی بدیه و در حال پوسیدنه، در حالی که در ایستگاه شارژ رها شده تا دوباره خودش رو شارژ کنه. همونطور که اون سعی میکنه از زیر زمین خارج بشه، مورد حمله چیزی قرار میگیره که به نظر میرسه همون فردی موزاب یا همون مالتن فردیه. درون پنجه‌هاش میگیرتش و میبرتش عقب. این پایان در واقع باعث سردرگمی میشه و چرا اصلا اسپرینترپ مورد حمله بلاب قرار میگیره. بعد از مرور داستان شبیه ساز پیتزا فروشی، همچنین با وجود فنف 6، بسیاری از جنبه‌های مبهم داستان درست در جای خودشون قرار گرفتن. خب اول بیاید نگاهی به محتوای بلاب بندازیم. این بلاب به نظر میرسه تلفیقی از فانتایم فردی، سرکس بیبی، فاکسی، بانی، ماریونت یا پاپت، چیکا، انرت و مولتن فردیه. بنابراین به جای مولتن فردی بهش میگن بلاب، چون به نظر میرسه خیلی بیشتر از فقط یه فردی مذاب شده است. این شامل انیماتورونیکای شبیه ساز پیتزا فروشی میشه. توضیح میده که چه اتفاقی براشون افتاده. در فنف 6 یا شبیه ساز پیتزا فروشی، شارلوت امیلی، دختر هنری و همکار ویلیام، بیرون از رستورانی که ویلیام روانپریش گرفته بودن زندانی شد. هنری انیماتورونیکی به نام پاپت ساخت تا از شارلوت مراقبت کنه، اما از اونجایی که اون زیر چند تا جعبه گیر افتاده بود نتونست ازش مراقبت کنه. پاپت در نهایت جسد شارلوت را در کوچه پشتی پیدا کرد و زیر بارون کنارش موند. وقتی کنار هم دراز کشیده بودن، روح شارلوت وارد بدن پاپت شد، یه انیماتورونیکی که با روح شارلوت کنترل میشد. My daughter, if you can hear me, I knew you would return as well. It's in your nature to protect the innocent. I'm sorry that on that day, the day you were shut out and left to die, no one was there to lift you up into their arms the way you lifted others into yours. And then, what became of you? I should have known you wouldn't be content to disappear. Not my daughter. I couldn't save you then. So let me save you now. It's time to rest for you and for those you have carried in your arms. This ends for all of us in communication. با
بعد پاپت به بچه‌هایی که ویلیام افتن کشته جون میده و روح اونا رو وارد بقیه انیماتورنیکا میکنه، در حالی که نجیب و مهربونن روح اونها در پیتزا فروشی به دام میفته و ظاهرا تا ابد رنج میبرن، در حالی که مایکل افتن پسر ویلیام جنایات پدرش رو میفهمه و سعی میکنه تا با درست کردن و آزاد گذاشتن روح بچه‌ها اشتباهاتش رو جبران کنه. اون همچنین از پدرش که بچه‌ها رو به قتل رسونده کینه میگیره. مایکل همینطور یه خواهر به نام الیزابت داره، کسی که راه پدر رو دنبال میکنه تا اونو راضی نگه داره. با وجود کنترل و دستکاری روح آدما، الیزابت در نهایت دچار مرگ غم‌انگیزی میشه. میمیره و وارد انیماتورنیک قاتلی که ویلیام طراحی کرده میشه. سرکس بیبی الیزابت رو میکشه و روح و بقایای اونو داخل ربات میبره. بعد از مدتی به دام افتادن درون یه ربات آسیب میبینه و از این رو به اون میگن اسکرپ بیبی. اسکرپ بیبی بعدم وارد بقیه انیماتورنیک ها میشه، از جمله فردی فانتایم، فاکسی و بالورا. یه موجود پلید به نام انرت میسازن، اینم با روح الیزابت کنترل میشه. الیزابت به خاطر اینکه مدت طولانی گیر میفته انتقامجو و قاتل میشه و دیگه نمیتونه پیتزا فروشی رو ترک کنه. در نتیجه اون برادرش مایکل رو به اتاق اسکوپر میکشونه، دستگاهی که برای تبدیل انیماتورنیکا به اسکلت و تزریق بقایای اونا طراحی شده، ذره‌ای که از روح انسان گرفته شده، انیماتورنیکو واقعی‌تر و جاودانه‌تر میکنه. انرت اسکوپر رو روشن میکنه تا اعضای داخلی و دل روده مایکل رو در بیاره تا از طریق پوسته بیرونی اون بره بالا و بتونه پیتزا فروشی رو ترک کنه. You are in the scooping room now. Funtime Foxy has already been here today. Funtime Freddy has already been here today. Ballora has already been here today. Circus Baby has already been here today. I've been out before, but they always put me back. They always put us back inside. There's nowhere for us to hide here. There is nowhere to go when we look like this. But if we looked like you, then we could hide. If we looked like you, then we would have somewhere to go. The scooper only hurts for a moment. با این حال یه بقای وارد بدن مایکل میشه. با اینکه اعضا و احشایی نداره اونو زنده نگه میداره. بعد از مدتی به دلیل نداشتن اندام و مرده بودن از نظر بیولوژیکی فقط با چیزهای ماور و طبیعی زنده نگه داشته میشه. بدن مایکل شروع به زوال میکنه. زمانی میرسه که بدنش دچار اسپاس میشه و متلاشی میشه و وارد فاضلاب میشه. هنوز زنده است و هیچ اسکلت درونی نداره. انرت در نهایت راهشو به زیر مکان پیتزا فروشی در سکیوریتی بریج پیدا میکنه، چیزی که بعداً میریم سراغش. در فنف 6 مایکل تمام انیماتورنیکا رو جمع میکنه. هنوزم اونا روح بچهای قربانی که ویلیام کشته رو دارن، که هنری همکار قدیمی ویلیام موقع آتیش زدن پیتزا فروشی اونجا بود. وقتی از آزمایش روی بقایا احساس ناراحتی میکرد فهمید در حقیقت اونا روح آدما هستن. داخل انیماتورنیکا گیر افتادن و تا ابد در رنج هستن. اون باور داشت اگه پیتزا فروشی و انیماتورنیکا رو با آتش بکشن اونا میتونن بقایا رو خراب کنن و روحها آزاد بشن تا اشتباهاتشون جبران بشه. اون پیتزا فروشی با اسپرینگ تراپ و تمام انیماتورنیکا رو میسوزونه، از جمله اونایی که داغون شده بودن، با حضور خودش و مایکل و سرنوشت رو قبول کردن و مردن. You have all been called here into a labyrinth of sounds and smells, misdirection and misfortune. A labyrinth with no exit, a maze with no prize. You don't even realize that you are trapped. Your lust for blood has driven you in endless circles, chasing the cries of children in some unseen chamber, always seeming so near, yet somehow out of reach. But you will never find them. None of you will. This is where your story ends. And to you, my brave volunteer, who somehow found this job listing not intended for you, although there was a way out planned for you, I have a feeling that's not what you want. I have a feeling that you are right where you want to be. I am remaining as well. I am nearby. This place will not be remembered, and the memory of everything that started this can finally begin to fade away, as the agony of every tragedy should. And to you monsters trapped in the corridors, be still, and give up your spirits. They don't belong to you. For most of you, I believe there is peace, and perhaps more, waiting for you after the smoke clears. Although for one of you,
The darkest pit of hell has opened to swallow you whole. So don't keep the devil waiting, old friend. My daughter, if you can hear me, I knew you would return as well. It's in your nature to protect the innocent. I'm sorry that on that day, the day you were shut out and left to die, no one was there to lift you up into their arms the way you lifted others into yours. And then, what became of you? به نظر میرسه که همه چیز نابود میشه و روحها آزاد میشن تا از حبس داخل بدنهای روباتیک راحت بشن. اما تنها با پایان سکیوریتی بریچ مشخص میشه که تمام اونا زنده موندن، حتی اسپرینگ ترپ که ویلیام افتن بود. مشخص نیست که هلفمانتت قبل یا بعد از فنف 6 اتفاق افتاده، با سوختن پیتزا فروشی اتفاق افتاده یا نه، اما ویلیام افتن موفق شد جسم ویروسی رو به دام بندازه و بقیه رو هم آلوده کنه. یکی از اونها ونیه، نقش اصلی داستان در هلفمانتت. در پایان سکیوریتی بریج بلاب نشون میده که تمام این انیماتورونیک های قرازه از جمله روح بچه های کشته شده الیزابت افتن و شارلوت امیلی و حتی مایکل افتن و هنری همه به طور معجزه آسایی زنده موندن و با هم یکی شدن تا این موجود پلید رو نابود کنن. با فرض اینکه سکیوریتی بریج چند سال بعد از اینکه پیتزا فروشی سوخت روی کار اومد نشون میده که چطور اسپرینگ ترپ ویلیام افتن بود و توسط بلاب زندانی شد و تمام روحایی که اون بی‌رحمانه به دام انداختشون و روشون آزمایش کرد به عنوان زندانی اون عمل کردن و مجازاتی وحشتناک در عین حال عادلانه رو براش ترتیب دادن. همگی با هم اونو گرفتن و تا ابد با هم زجر میکشن. ویلیام افتن داخل اسپرینگ ترپ بود، در واقع میخواست فرار کنه و خودشو آزاد کنه، برای همین اونا رو به دام انداختن و متعاقبا ونی رو تحت کنترل داشت. ونی بقیه انیماتورنیکای پیتزا فروشی رو هک کرد تا زیر زمین رو حف کنن و راهو براش باز کنن. با این حال بلاب موجودی پلید از روح تمام کسانی بود که اون به دام انداخته بود، نزدیکش موند و همیشه تحت نظرش داشت تا مثل زندانی اون باشه، تا نذاره پاشو بیرون از سیاهچالی که خودش درست کرده بود بذاره. به خاطر همینه که بلاب یا هر چیزی که میشناسیم فردی مذاب یا همون مولتن فردی با بازو وقتی که سعی داره فرار کنه به اسپرینگ ترپ حمله میکنه، اونو تا ابد اونجا نگه داره تا از سرنوشت شومی که انتظارشون میکشید زجر بکشه. حتی به نظر میرسه که اسپرینگ ترپ سعی میکنه گلمراک فردی رو هک کنه تا به خودش کمک کنه فرار کنه. به نظر میرسه بازوشو بالا میبره تا درخواست کمک کنه. بنابراین به عنوان خلاصه ونی سیستم رو هک کرد و مخفیانه در جای زندگی میکرد. یواشکی داشت زمین رو حفر میکرد تا به محلی که اسپرینگ ترپ دفنه برسه تا اونو بیرون بیاره. اسپرینگ ترپ قطعا ونی رو برای این کار هک کرده و اونو در قلمروی دیجیتالی به دام میندازه. در بازی پرنسس کوست به دام میفته. در نهایت با کنترل بدن ونی و حفر زمین به راهرو ایجاد میشه. با رسیدن گرگوری و فردی به اون مکان کار متوقف میشه، جایی که اونا شاهد اسپرینگ ترپ قرازه‌ای هستن که در ایستگاه شارژ داره انرژی میگیره. با اینکه ضعیفه اما سعی میکنه کنترل فردی رو در دست بگیره و بقیه انیماتورونیکا تا بتونه فرار کنه. بلاب موجود پلید و پر از نفرت تشکیل شده از تمام روحهای گم شده و انیماتورونیکا اسپرینگ ترپ رو میگیره و میبرتش تا با هم تا ابد زجر بکشن. اون بقایا درون انیماتورونیکا به دام افتاده، به این معنی که اونا جاودانن. در واقع اسپرینگ ترپ به عنوان زندانی نگهداری میشه تا از جنایاتی که کرده زجر بکشه، اونم به دست قربانیانش، قربانیانی که بی‌رحمانه کشته شدن و آزمایش شدن. سرنوشتی هولناک و کابوسوار اما سزاوار این نابودی. هرچی عمیق‌تر به داستان میپردازیم جذاب و جذاب‌تر میشه. تئوری های خودتون رو بهمون بگید، میتونید همین زیر کامنت بذارید. تا ویدیو بعدی روز و شب خوبی داشته باشید.